سلام، من گلاب آدینه هستم. سلام، من نورا هاشمی هستم. ما اینجا هستیم تا به شما بگیم که این ویروس لعنتی کرونا بیشتر از اونی که فکرش رو میشه کرد به همه ما نزدیکه. خیلی ساده، به نظر خیلی ساده میاد، ولی خیلی راحت بگم که من و نورا کرونا گرفتیم. دوم فروردین من یه چند تا عدسه خیلی ساده کردم و فردای اون روز اومدم یک شکلات بخورم و به طرز عجیبی دیدم هیچ مزه‌ای نمیفهمم و از اون روز به مدت یک هفته من نه مزه شوری، نه تلخی و نه هیچ بویی رو نه حس میکردم و نه مزه‌ای رو میفهمیدم. فکر میکردم هرچی میخوردم فکر میکردم دارم کاه میخورم، حسی که تا به حال در زندگی تجربه نکرده بودم. و مرتبم به من میگفت که یعنی چی مامان؟ این اصلا یعنی چی؟ من چیکار کنم اگه همینجوری بمونه؟ این چی میشه؟ و من خب طبیعتاً جوابی نداشتم بهش بدم. و بعد از یک هفته تموم شد. و دو هفته بعد؟ نه، قبل از دو هفته. نه، قبل از دو هفته. چند روز که گذشت نورا خندان اومد گفت که مامان من کرونا گرفته بودم. گفتم چطور مگه؟ گفتش که بیان الان خبر رسیده که از علائم اساسی کرونا قطع کامل بویایی و چشاییه. ما خیلی خندیدیم و گفتیم به شوخی گرفتیم، چون تا قبل از اون اصلا هیچ پیامی مبنی بر این قضیه نیامده بود. و باز دوباره اخبار جدید رسید، باز دوباره نورا گفت ما مطمئن میشه من کرونا گرفتم. و بله، دقیقاً 12 روز بعد، بله 12 روز بعد من شروع کردم. یک عصری بود بعد از ورزش شروع کردم عدسه کردن، یه 10-12 تا عدسه کردم و گفتم من سرما خوردم چیه اینا. خلاصه صبح از خواب بیدار شدم، برای اطمینان یک قرص سرماخوردگی خوردم و وقتی که اومدم و چیزی بخورم یهو دیدم که هیچ مزهشو نمیفهمم. عطر زدم و یاد نورا افتادم، مادم عطر زدم و خیلی نزدیک بینیم عطر زدم و دیدم که نه، اصلا به هیچ وجه خبری از بو و طعم مطلقا وجود نداره. مادم گفتن نورا جون رفتی بیرون برامون کرونا آوردی. بله، چون موقع دیگه اخبار خیلی اخبار مربوط به این قضیه دیگه خیلی همه گیر شده بود. و دقیقاً مثل نورا 7 روز طول کشید و در پایان روز هفتم همه چیز عادی شد و دوباره طعم و مزه برگشت. حالا چطور شد که من کرونا گرفتم؟ بدون ماسک رفتم خرید. بله، در حالی که ما بسیار رعایت میکنیم و در قرنطینه کامل بودیم، ولی خواهم بگم که یعنی یک سهل‌انگاری کوچیک ممکنه که به یک فاجعه ختم بشه. حالا متاسفانه من وقتی میرم خرید یا حتی پمپ بنزین میبینم خیلی از دوستان اصلا از دستکش، نه ماسک، از هیچی، خیلی راحت کارت رو رد و بدل میکنن، پمپ بنزین اون شیلنگ بنزین معاشرت میکنن. خرید نه، حالا معاشرت رو کاری نداریم که چی کار میکنه، ولی خب نه معاشرت بدون فاصله خیلی چیزی، یعنی خانوما آقایون اجناس رو برمیدارن میذارن چیز رو سرشون رو مثلا درست میکنه، دستی هم میذارن. خیلی عجیبه. میدونی آدم باور نمیکنه، یعنی باورش نمیشه که میتونه به همین سادگی مبتلا بشه. و ما فقط شانس آوردیم، اینی که میخواستیم به این وسیله به شما بگیم که خیلی موضوع جدیه و به خصوص که الان محدودیت ها برداشته شده، همه به نظرم که باید 10 برابر قبل مراقبت کنن از خودشون. و به خاطر همه ممکنه مثل ما شانس نیارن. بله، من حالا دیگه نمیدونم، خیلی شاکریم از این بابت. دیدارهای خانوادگی، ما در خیابون دیدارهای خانوادگی رو انجام میدیم، از پشت پنجره
و بر صورت خطر در کمین هممون هست به خاطر افرادی که ناچارن از خونه برن بیرون برای درآمدزایی، مجبور هستن از خونه برن بیرون و کادر پزشکی و پرستاری، بله کادر پزشکی و پرستاری و خدمات بیمارستانی و اینها که زجر فراوانی در این مدت کشیدن، من فکر میکنم وظیفه همه ماست که تا اونجایی که در توان، یعنی بیشتر از حتی توانمون، مراعات این قضیه رو بکنیم.